سلام، امیر سیف هستم، مدرس و نوازنده ساز گیتار. با جلسه دوم گیتار در خدمت شما هستم. اگر جلسه یک رو ندیدین حتما بریم ببینین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله بغلش هم تپ کنین تا ویدیوی ما برای شما بیاد. ممنون. خب بچه، مقوله اولی که توی موسیقی به نظر من باید یاد بگیریم شناخت اصل فواصل موسیقیاییه. حالا یعنی چی؟ اصل فواصل موسیقیایی به ما میگه که ما بین هر نوتی که توی موسیقی وجود داره نوتامون چی بود؟ دو، ره، می، فا، سولا، سی، دو، که همون دویی که آخر گفتم در واقع تکرار درجه اوله. بین هر کدوم از اینا یه فاصله توی موسیقی وجود داره که این فاصله رو پرده نامگذاری کردن. به عنوان مثال مثلا میگیم فاصله دو تا ره. فاصله دو تا ره در واقع یک پرده است. فاصله ره تا می همونجوری که تو تصویر مشاهده میکنی یک پرده است. فاصله ره تا می یک پرده است. می تا فا نیم پرده است. فا تا سل یک پرده است. سل تا لا یک پرده است. لا تا سی یک پرده است و سی تا دو نیم پرده است. در واقع میتونیم اینجوری بگیم درجه سوم و چهارم و هفتم و هشتم نیم پرده فاصله وجود داره که در واقع یک گام رو تشکیل میده. حالا گام یعنی چی؟ گام یعنی از نوتی تا نوت دیگر. به عنوان مثال از نوت دو که ما داریم تا نوت دو بعدی یا دو قبلی که با فاصله مشخصی کنار هم دیگه قرار بگیرن و بتونیم اجرا کنیم رو میگن گام. حالا این فاصله، این فواصل رو در واقع ما درجه بندی میکنیم. مثلا میگیم درجه اول. درجه اول اسمش توی موسیقی بهش میگیم تونیک و هر کدوم از درجات موسیقی ما در واقع یه اسمی داره. مثلا درجه اول رو میگن تونیک، درجه آخر رو میگن اکتاو، درجه دوم مثلا میگن روتونیک، درجه هفتم میگن سانسیبل، که اینا نیاز به حفظ کردن فعلا نداره چون جزء تئوریای خیلی پیچیده محسوب میشه و اینکه فعلا نیاز به یادگیریشون نیست. ولی اصل فواصل موسیقیایی رو شما باید کامل بلد باشین چون توی شناخت فرت‌های گیتار، نوت هایی که توی فرت های گیتار وجود داره خیلی 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 بهتون کمک میکنه. حالا بهتون میگم به چه صورت. بچه ها میرسیم سراغ پوزیشن. در واقع هر چهار تا فرت رو روی گیتار میگن یک پوزیشن. ما توی گیتار تا بدنه گیتار سه تا پوزیشن داریم. چرا؟ چون 12 تا فرت تا بدنه گیتار ما داریم. میشه پوزیشن اول، پوزیشن دوم و پوزیشن سوم که گفتم تا بدنه گیتار میشه. اسم سیمای آزاد گیتار ما چی بود؟ می، لا، ره، سول، سی، می، به ترتیب از بالا تا پایین. حالا توی پوزیشن اول ما پوزیشن به پوزیشن یاد میگیریم که خیلی راحت تر پله پله بتونیم پیش بریم. توی پوزیشن اول در واقع هر کدوم از این فرتایی که ما روی گیتار داریم یه اسمی داره. خب به ترتیب نوتای آزاد ما چی بود؟ می، لا، ره، سول، سی، می. به عنوان مثال سیم اول، سیم اول نوتی که داریم چیه؟ نوت میه. خب سیمای آزاد گیتار ما تا فرت اول گیتار در واقع نیم پرده فاصله داره. یعنی اگر ما این نوت رو بزنیم می، فرت اول گیتار یعنی نیم پرده بالاتر از میه. خب نیم پرده بالاتر از می اگر حفظ کرده باشین چی میشه؟ نیم پرده بالاتر از می میشه فا. پس ما گفتیم اگه یادتون باشه بین درجه سوم و چهارم و هفتم و هشتم نیم پرده وجود داره. یعنی چی؟ بین می و فا و سی تا دو نیم پرده وجود داره. حالا الان چی گفتیم؟ الان گفتیم که سیمای آزاد گیتار تا فرت اول گیتار ما نیم پرده فاصله داره. یعنی اگر ما بخوایم فرت اول، اگر بخوایم سیم اول رو اجرا کنیم تا فرت اول که نیم پرده بالاتره، نیم پرده بالاتر نوت می میشه فا. خب حالا اینو ما تا اینجا شناختیم، میشه فا به ترتیب. فرت سوم سیم اول میشه سول. دوباره سیم دوم میخوام بهتون یاد بدم. سیم دوم فرت اول میشه دو. فرت سوم با انگشت سوم حتما باید بگیریم چون هر فرتی مختص یه انگشته. خب فرت اول سیم دوم میشه دو. فرت سوم سیم دوم میشه ره به ترتیب. روی فرت دوم سیم سوم میشه لا. همونجوری که تو تصویر مشاهده میکنی حتما دوباره استاپ کنی و یادداشت کنی. به ترتیب یک بار دیگه: سول، فا، می، ره، دو، سی، لا،
سول به ترتیب فا می ره دو سی لا سول فا می. و اینکه سیم ششم و سیم اول چون جفتشون سیم می هستند نوت های روشون هم کاملا برابره، فقط صداشون متفاوته، یعنی این صدای بم داره این صدای زیر داره، یعنی اگر اینجا فا باشه اینجا فاه، اگر اینجا لا باشه اینجا هم لاه، در واقع با دو تا گستره صدایی متفاوت. خب یه توضیح دیگه راجع به پوزیشن اول بهتون بدم. خب به ترتیب گفتیم می لا ره سول سی می، می لا ره سول سی می. حتما این تمرینات رو با پیک انجام بدین. خب سیم اول، سیم اول به ترتیب نوت سول، فرت سوم سیم اول به ترتیب نوت فا، فرت اول سیم اول، پس شد سول فا می. ما میگیم دو ره می فا سول لا سی دو، حالا برعکسش دو سی لا سول فا می ره دو. خب اینجا ما از سول شروع میکنیم، سول فا می ره دو سی لا سول فا می ره دو سی لا سول فا می. سعی کنین که اگر دیدین صدای گیتار به این حالت شد یا حالت گز داشت، سعی کنین که دستتون رو یه ذره محکمتر انگوشتون روی فرت فشار بدید، چون اگر آروم بگیرین صدای گز میده، یا اگر آروم بگیرین صدای میوت میده در واقع، یا صدای خف میده. خب حالا همین الگویی که تا بالا انجام دادیم و به صورت برعکس انجام میدیم، می فا سول لا سی دو ره می فا سول لا سی دو ره می فا سول به ترتیب. حالا همین کار رو به صورت تمرین مدام انجام بدین که نوت های پوزیشن اول و نوت های حالا کل نوت ها رو نگفتیم فعلا، تا اینجا که درس دادیم و بتونین روی گیتار راحت انجام بدین. به ترتیب یک بار دیگه اجرا میکنم. خب بچه ها میرسیم سراغ درس اول، تمرین اول که باید شما تو هفته آینده انجام بدین، و حالا کلان کلاس ها به این صورته که هفته آینده باید سر جلسه تحویل استاد بدین و قطعا باید تا اون موقع هم درس رو کامل اجرا کنید. خب همونجور که تو تصویر مشاهده میکنین نوتا کامل براتون اومده و اینکه پی دی افش هم هست، میتونین دانلود کنین و استفاده کنین. خب نوتی که تو این درس داریم سه تا نوته، نوت می ره دو. پس بعد نوتا رو کامل شما روی پنج خط حامل حفظ باشین. خب توی میزان اول، قبل از اینکه میزان اول رو درس بدیم میرسیم سراغ ریتمش. ریتم این آهنگ چیه بچه ها؟ کجا نوشته شده؟ ریتم این آهنگ بعد از کلید سول نوشته شده که چیه؟ چهار چهار. پس یعنی در هر میزان باید چهار ضرب نواخته بشه که به شمارشش به این صورت میشه یک دو سه چهار، دوباره یک دو سه چهار. فاصله شمارش شما با اعدادی که داریم، مثلا میگیم یک دو سه، فاصله این اعداد همه باید یکی باشن، یعنی نباید بگیم یک دو سه چهار مثلا، خیلی نامنظم، باید کاملا با توالی مشخصی گفته بشه. میگیم یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. و یادتون باشه که تمریناتتون رو کلا با سرعت خیلی 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 پایین انجام بدین. خب میزان اول رو اجرا میکنم. میزان اول چه نوتیه؟ نوتمون بین خط چهارم و پنجم خط حامله که میشه می. اون می که اونجا نوشته شده در واقع سیم آزاد اوله یا اوپن سیم اوله. همیشه یادتون باشه که پیکو از قسمت لبه سوراخ گیتار باید بزنیم، پس میشه می.
خب بین خط 4 و 5 میشه می، به ترتیب 4 تا میه، 4 تا میه یک ضرب نوت سیاهه، یعنی 4 تا رفت و برگشت باید شما میو اجرا کنید. به این حالت میشه میشه می 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 می. حالا با شمارش میگیم، یک، شمارش رو یادتون نره که همیشه توی درساتون بگیم، یک دو سه چهار. خب الان میزان اول رو اجرا کردم، میرسیم سراغ میزان دوم. میزان دوم چیه؟ میزان دوم نوتمون روی خط چهار رومه و نوت بعدی بین خط سوم و چهارم قرار داره که میشه دو. نوت بعدی هم رو دقیقا روی خط چهار رومه که میشه ره، که جاشون دقیقا اینجاست. پس نوتامون به این ترتیبه، می ره دو. یک بار دیگه میگم یادتون باشه، می ره دو. خب میزان اول اجرا کردیم، میزان دوم چیه؟ دو تا نوت سیاهه و یک نوت سفید. نوت سفید در واقع دو ضربه، یعنی باید وقتی نوت رو میزنیم دو بار یا دو ضربه کششش رو داشته باشیم، یعنی کشش نوت رو داشته باشیم. میشه یک دو سه چهار. یک بار دیگه اجرا میکنم میزان دومو، میشه یک دو سه چهار. پس ما چهار رو اجرا نکردیم. چهار چی بود؟ چهار کشش ضرب قبلی بود، ره سه چهار. خب یک بار دیگه میزان اول و دومو به صورت متوالی اجرا میکنم پشت سر هم، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. میزان اول و دوم. حالا میزان سوم. میزان سوم دقیقا همون نوت های نوت سیاهه و نوتی که هست در واقع اسمش ره هست که میشه یک دو سه چهار. زمانبندیش دقیقا مثل میزان اوله، میشه یک دو سه چهار. میزان آخر خط اول، یک دو سه چهار. نوتمون چی بود؟ دوره می. یک بار دیگه میزان سوم و چهارم رو اجرا میکنم، میشه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خب یک بار دیگه دوباره اجرا میکنم بچه ها، حواستون باشه، میشه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خط دوم، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خب میزان سوم و چهارم خط اول و دوم با هم دیگه یکی هستند. حالا میرسیم سراغ خط سوم، خط آخر. به ترتیب نوتامون چیه؟ ره دو ره دو می. اون میه که اونجا نوشته شده جنسش نوت گرد هست، که نوت گرد چند ضربه؟ چهار ضربه. خب نوت گرد چهار ضربه، یعنی وقتی که ما یه نوتی رو اجرا میکنیم این نوت گرد ما چیه؟ اسمش میه. یعنی وقتی می رو ما اجرا می کنیم اندازه چهار ضرب باید بشماریم، میشه یک دو سه چهار. پس این کششه توی چهار ضرب کامل وجود داره. خب خط سوم رو اجرا می کنم، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خب پس شما، من یک بار دیگه این قطعه رو واسه اجرا میکنم و زمانبندیش هم توی دلم میگم که حالا صدای ساز رو کامل بشنویم بشه صورته، میشه
خب و یادتون باشه که حتما با سرعت پایین تمرین کنین، بعد آروم آروم سعی کنین که سرعت رو بیارین بالا. خب بچه ها به آخر جلسه دوم رسیدیم. اگر از ویدیو لذت بردین حتما سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله بغلش هم تپ کنین. و یادتون نره که تمرین، بازم میگم، توی موسیقی خیلی 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 مهمه و حداقل روزی 1 ساعت شما باید تمرین داشته باشین. تا جلسه آینده خدا نگهدار.